در تالار قصر فرهنگ ناحیه فیض‌آباد با اشتراک دایره وسیع ساکنان با نمایندگی از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، کارمندان بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و تندرستی و بخش جوانان و ورزشی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد 31 سالگی روز تأسیس‌یابی ارتش ملی تاجیکستان را با برگزار نمودن چهارابینی با شکوه و خاطرمان در سطح بلند دایر برگزار نمودند. ایراد گردید که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بزرگترین دستاورد زمان صاحب استقلالی کشور به شما رفته، عامل اساسی نگهداری دولتداری ملی محسوب می‌یابد. باید یادآور شد که در تأسیس ارتش ملی سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان نظررس ارزیابی می‌گردد. جوانان دوران صاحب استقلالی وطن در برابر سهم باریز گذاشتن در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنین با حس بلند افتخارمندی عین زمان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حفظ سرحد دولتی، ثبات و آرامی دولت و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته ایستادند. همساله به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صدها جوانان دعوت گردیده در قسمهای حربی منطقه های گوناگون مملکت ادای خدمت می نمایند. از جمله جوانان میهندوست ناحیه فیض‌آباد هم در قطار دیگر جوانان شجاع شهر و ناحیه های مملکت امروز قرض شهروندی خود را در صف ارتش ملی ادا نموده ایستادند. در این مدت حامیان وطن را در روحیه وطن دوستی و انسانگرایی، مردانگی و شجاعتناکی، عدالتناکی و قوی ارادگی تربیه نموده برای حفظ و نگهداری امنیت کشور روانه می سازند. سربازانی که سرحد کشور را حفظ می کنند باید زیرک و هوشیار و با مسئولیت و قوی اراده باشند، زیرا آنها امنیت و مرز و بوم کشور را تأمین می نمایند. سال از سال شرایط برای خدمتچیان حربی از جانب دولت و حکومت بهتر گردیده، شرایط بودوباش آنها پیوسته زیر توجه پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان قرار دارد. وصف میهن و میهندوستی، ترنم وطن و شکرگزاری از ثبات آرام و آسایشته را از برنامه آماده نموده کارمندان قصر فرهنگ ناحیه فیض‌آباد بر علا مشاهده نموده، با افتخارمندی گفته می توانیم که ساکنان ناحیه فیض‌آباد با جانبداری از سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همروزه در کارهای آبادانی و سازندگی مملکت سهمگذاری می نمایند. با استقبال از جشن 31 سالگی روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، کارمندان قصر فرهنگ ناحیه فیض‌آباد با برنامه جالب و دیدنی فرهنگی خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانیدند. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، فیض‌آباد، اخبار.